سلام خیلی خوش به میز تحلیل ورزش مدیا امروز میخوایم راجع به دو تا سوژه های داغ این روزهای فوتبال کشور رو مصاحبت کنیم دو نفری که از یه جهت داغل با هم شباهت دارن شاید بشه اسم داستانشون رو سقوط از اوج گذاشت آقای جواد خیابانی و آقای علیرضا بیرامند از آقای خیابانی شروع کنیم که بازی پرسپولیس و از صد قطری که از آخرین شاهکارشون بود اومدن دوباره طبق 70 درصد جملات اضافی تمام تلاششون رو کردن که رو مغز مخاطب راه پیمایی کنن هر چیز با ربط و بی ربط که به ذهنشون میرسید میگفتن و کماکان همون رویه ای که ایشون برای خودشون دارن رو دارن ادامه میدن و مثلا نمیدونم این کامنت ها و این ها و مطالب و نقدار رو اصلا میبینن میخونن میشنون یا نه به طور کلی آقای خیابانی رو من قبلا هم یه بار اینو گفتم فکر میکنم میشه نماد نوع نگاه بعضی از مسئولین به مردم کشورمون دونست این اصلا هم اینجوریه که اینا میگن شما با این آدم مشکل دارین شما این آدم رو از این پیده خوشتون نمیاد همینو بولد میکنیم همینو پره همینو میکنیم تو چشمتون تا شما باشید دیگه بدون تقه نظر ندارین چه کاریه که بخوام مردم راجع به چیزی اظهار نظر کنن سالا و سوال داره گفته میشه به نظر من دیگه تکرار مکررات آقای خیابانی یه روزی اون داستان سقوط از اوج از اینجا شروع میشه یه روزی شاید واقعا بهترین گزارشگر ایران بود یه نیازی یعنی یعنی به گفتن نیست دیگه هممون بازی خاطره انگیز ایران و استرالیا توی 876. رو خیلی دیدیم خیلی همون هم اگه سن ناقد نمیده حتما به هر حال انقدر که پخش شده های لایت شدیدن یه بخش از خاطرات ماها و آدم های دیگه که اون بازی رو تو اون عصر شنبه پاییز دیدن مطمئنم که از صدای گرم ایشون بود از اون روایتی که داشتن حالا بعضی هستن یعنی میگن اون موقع هم خیلی شاید مثلا بی نقص نبود نه ولی واقعا اون موقع کفه توانایی آقای خیابانی خیلی سنگین از ضعف بود اون جملاتی که باید گفته میشد اون جملات درست و دقیق خیلی وزنش بیشتر از هشویات و اضافات بود شاید اگه آقای خیابانی تو اون تو سطح باقی میموند یا حالا یه ذره بالا پایین یه چهره ماندگار تاریخ تلویزیون ایران میشد ولی واقعا نشد که این اتفاق بیفته دیگه روز به روز از اون استاندارد دورتر و دورتر شد الان رسیدیم به جایی که صدای ایشون روی مسابقه فوتبال میاد مردم صدا رو خیلی ها قد میکنن خیلی, بر... خیلی از خودتون واقعا من میخوندم برای ما نمیشه بودین که آقا بدن از فلان کانال ماهواره ببینید ببینید از فلان سایت ببینید خیلی زشته ننگ اصلا برای سازمان صدا و سیما که مردم تصویر شبکه دولتی خودشون که با پول مالیات خودشون داره اداره میشه رها کنن از دست یه گزارشگر در برن از یه مدیوم دیگه بخوام بازی تماشا کنن به این چقدر این صدا مخربه چقدر این روی کرد دیدین دیگه راجع به همه چه صحبت کردن وسط مسابقه انشا میخوندن بازیکن پرسپولیس داره تعویض میشه اسم جوونی که داره میاد تو رو نمیدونن یعنی اصلا انقدر به خودشون زحمت ندادن که فکر کنم این لیست 20 20 نفره این 18 نفره این چک میکنم اون بازیکنی که قراره بیاد تو زمین به هر حال احتمال داره اون بازیکن رزرو بیاد زمین اطلاعات راجعش به دست میارم همینجوری وارد مسابقه میشن یه موقع من این راجع به آقای خیابانی میگفتم فکر میکنم فقط هم مسابقاتی رو میبینن که خودشون گزارش کردن یعنی مسابقه آ رو گزارش میکنن دیگه میرن سر مسابقه بی از راه میرسن با همون محفوظات و اطلاعات صحبت میکنن این بده خیلی بده و هممون هم میدونیم که داستان چیه الا اون کسی که باید بدونه سازمان صدا و سیما ما همیشه انتقاد داریم از پکیجی که در واقع راه میشه مخاطب فوتبال ایران میبینید زمین های زشت و تبلیغات و بازرگانی زیاد و این داستان ها قمنگیسترش اینه که وقتی یه بازی خارج از کشور برگزار میشه و اون کشور مبدع تصویر خوب به ما میده مثل این تصویری که تو بازی پرسپولیس ها از صد دیدیم تصویر شیک با کیفیت نورانی صدا و سیما همونم با ابزارهایی که داره خراب میکنه از زماغ مردم در میاره مهمترین هم گزارش آقای خیابانی و از اون بعد از اون در واقع این انواع انواع اقسام تبلیغاتی که حالا بزرگ میندازه وسط زمین فکر میکنه خیلی هم چیز قشنگیه یا نمیدونم این تکنولوژی بازپخش صحنه های مهم از زاویه دیده بیننده همهشون هم میگن آقا هوش مصنوعی یا اینا راجب این قضایی ها صحبت کردیم من یه نکته به خیابانه بگم و بگذرم خیلی موقع وقت راجب ایشون صحبت میشه مدافعینی دارم بالاخره ما به با همه سلیقه احترام بذاریم این چیز هم که داریم میگیم دیدگاه ما حتما کسان دیگه هستن دیدگاه دیگه, دیگه دارن شاید کار آقا جواد به اونا هم نهایت اختلاف سلیقه است ولی یه موقعی حتی اونایی که آزارم میبینن از دست آقای خیامانی از اینه که آقا این آدم خوبیه آدم خوشقلبیه حالا که من نمیدونم واقعا ان که همینطور باشه ولی خب چه ربطی داره اصلا آدم خوبیه بر آدم خوبی باشه چرا گزارش فوتبال میکنه چرا تو تلویزیونی که پولش هزینه‌هاش مردم دارن میدن باید بیاد مخل روح و روان و مردم باشه خب آدم خوبیه فلانی رو بذاریم عمل قلب انجام بده فلانی هم شما ماشین تو بریم بدیم من آدمی که آدم خوبیه ولی ممکنه مکانی که خوبی نباشه تعمیر کنه مسلمه که شما نه مریضتون و نه ماشینتون رو از چه آدمایی نمیدین حالا تفاوت داره در اجات حساسیت ولی خب اینم واقعا یه چیزیه که آدم‌ها مگه چند تا دلخوشی دارن توی این مملکت یکیش فوتبال دیدنه چرا ما صرف اینکه آقا جواد آدم خوبیه تعامل کنیم که برای خودش داستان سرایی کنه و هر بازی رو بدتر از بازی قبلی گزارش کنه خیلی خیلی محاله تقریبا ولی یه آرزوی بعید دارم که واقعا یه صدا برسه و بالاخره به گوش یه نفر یه میگیره خیلی تعجب که ما تو کشورمون تربیت تو تربیت گزارشگرم هم تو انقدر مشکل داریم حتی نیروهای خوبی هستن جوانه خوبی اومدن بعضا ولی خب خاطرم هست که مثلا همه تو سال گذاشته ما سه چهار تا گزارشگر خیلی خوب به سازمان تزریق شد آدم ها اصلا مردم اسم اینا رو میدونستن علاقه اینا رو میدونستن یعنی انقدر براشون مهم بود که دنبالشون میکردن الان خیلی موقع اصلا نمیدونیم که داره گزارش میکنه این که واقعا انقدر سترون و انقدر نازا شده تلویزیون ما که حتی دو تا گزارشگر استاندار رو هم نمیتونه معرفی کنه در نوع خودش جالبه فکر از اثرات بالانشینی کوتوله ها باشه داستان دوم و داستان آقای بیرامند ایشون هم از, از, اون جهت که گفتم سقوط از اوج شبیه آقا جواد اگر دوست داشتیم همه ما که آقا جواد تو هشت آزر بمونه و همیشه تو همون ساعت گزارش کنه شاید خیلی همون هم دوست داشتیم و داریم که آقای ایرزا بیرامند در همون سطحی میموند که مثلا روز بازی ایران و پرتغال پنالتی کیریس داره گرفت اون روز اون روز شاید قله علی رضا ایرانوند بود یه دروازبان خوب از نظر فنی که اون موقع خب شیشتونگ حواسش هم به فوتبال بود مهمتر از اون یه انسان خودساخته کسی که از کار تو کار که البته بسیار شریفه ولی منظورم از نظر چشمندازه از کارگری از نمیدونم بیجا و مکانی خودش با تلاش خودش با شایستگی خودش رسید به جایی که تو بازی گروهی مرحله مرحله گروهی جام جهانی پنالتی یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ رو بگیره و این جمع هم بکنه کامل حتی دفع هم نکنه یه, یه لحظه هم بعد از اون چشماشو میبنده من فکر کنم اون اوج دیگه لذت این آدم از این رشدی بود که تو اون لحظه تکمیل شد همه یه ماها اون روزا علیرضا رو به چشم یه آدم خودساخته درجه‌ای که ممتاز میدیدیم خب توانای فنیش مشهود بود باگاه با شخصیتیش هم اینجور نمایان نشده بود و همه همون نمایت براش قائل بودیم یاد هم یه مسئله مطرح میشد و ما خود رو مثلا که آقا چه خوبه که اصلا ایرزا بیرامند بره تو کتاب درسی ما بچه همون الگوی ملموس و روشن و عینی نشون بدیم از اینکه آقا شما هر جایی امروز هستی اگه تلاش کنی اگه زحمت بکشی میتونی بری بالا میتونی بشی مثل ایرزا بیرامن حتی فیلم سینمایشو ساختم و چه و چه اما غم انگیزه که علی رزام نموند علی رزام حالا با فنیش که کار نداریم مثلا مسائل فنی وقتی رجوع فوتبال صحبت میکنه من قد نگاهمون فنی نیست خیلی پدیدهای مهمتری وجود داره داخل اون مستطیل سبز علی رزام از نظر شخصیتی اون روی دیگه نشون داد به جایی رسیده که الان ما مثلا میتونیم خیلی 180 درجه برای که بچه توصیه کنیم آقا سعی کن شبیه این نشید شما خودتون میدونین دیگه پکیج بزرگی بود تو این مدت علی رضا بیرانوند از صفات ناخوشایند اخلاقی از ویژگی های غیر قابل دفاع قدر نشناسی آقا به هر حال باشگاه پرسپولیس باشگاهی بود که شما توش رشد کردی به درجات شما کمک کردی ولی خب اون باشگاه ما تو روند حرکتی تو ما دیدیم شکل معامله رو با این باشگاه ناسپاسی اینکه هر uh, فرض تابستون قرار داشت فسخ کردین که مدام دنبال این بود که درآمد بیشتری داشته باشه به هر قیمتی از همه بدتر اینکه که منت سر عوادار گذاشت آقا من شما رو به اینجا رسوندم من شما رو قرار هیچ بازیکن کنی راجع بهش باشگاهی نمیتونه حرف رو بزنم کما اینکه تا این لحظه که ما اینجا نشستیم در دروازهان گمنام خارجی مثل گندوز وارد ایران شد و میبینیم حتی تا این بازی از واقعا کیفیت قابل دفاعی داره لاقل منت علی بیرور از سر مردم برداشته در کنار این ناسپاسی بازی با اسم استقلال برای افزایش قراردادشون مثلا یه ماه بعد از اینکه این که ای علامت زشت رو به هوا داره استقلال انجام داد الان رفته تراکتور مجیز تراکتوریا رو میگه اونم در حالی که یکی از ناشایسترین رفتارش دوران بازیش اتفاقا با پیرن پرسپولیس تبریز رو به هوا تراکتور داشت مسئولین تراکتور اون موقع اصرار داشتن به باید محروم شه ولی خب الان با پول رومیزی و زیرمیزی و اینا گرفتنش اجازه نمیدن که به خاطر حتی فصل قرار داد و به خاطر رشوه دادن محروم بشه کلکسیون اینا باعث شد که ذره ذره پله پله جایگاه ایرزا به ایرانوان توی بین افکار اومی پایین بیاد خودش که من فکر نمی کنم خیلی متوجه این ماجرا باشه ولی عمر فوتبال هر بازیکن عمر درخشش هر ستاره خیلی کوتاهه خیلی کوتاهتر از اون چیزیه که فکرشو بکنیم این روزا میره و اون تصویری در نهایت از شما به جامعه که برایند همه, همه این خیر و شر راست همه این نیک و برایند تصویر ایرزا بیرامان الان من مناسب نیست و خیلی تفاوت داره با اون روزایی که ما هممون لذت میبردیم از دیدنش کماکانم هم داره ادامه میده دیگه استوریای عجیب اصارات عجیب نمیدونم پشت کلمات قلم به سلام قایم میشه من مطمئنم حتی خیلی از این استوریاش هم خودش نمینویسه حالا خیلی جالب مت... فکرم میکنم خیلی هاش اصلا متوجه هم نشه و معافیت تحصیلی هم داره یعنی حتما تحصیلات دانشگاهی داره ولی این شکل از رفتاراش و این شکل از حرفایی که میزنه کارایی که میکنه باعث میشه که زنه نگران سطح آموزش عالی هم تو کشورمون باشیم به طور کلی دوست داشتیم که ایرزا به ایرانوند رو اون بالا بالا ببینیم اما نمیشه مشاوره بدی برای خودش انتخاب کرده و تأثیر دوست و همراه همنشین بد و منفعت طلب رو آدم انکار را از قدیم میگن دیگه میگن بگو با کیان زیستی تا بگو یمت کیستی انتخاب های عیرزا انتخابای خوبی نبود مسیرش رو رو به قهقرا برد و آینده روشن و اسم نیکی هم من برش خیلی متصبه نیستم در صورت ادامه این روند خیلی ممنونم که به این قسمت توجه کردیم به امید دیدار